فقط اینو بگم، ترامپ در بین اون کسایی که قرار رأی بدن و در بین اون کسایی که حتی رأی نمیدن، حسشو ندارن، خیلی خیلی محبوب تر از کاملا هریسه. سلام، بریم سراغ جنبندی انتخابات 2024 آمریکا. وضعیت دوتا نماینده چجوریه؟ نتیجه چی میشه؟ و حواشی الان چیه؟ بریم سراغ اختلاف میان جنسیت‌ها و نژادها. زنای جوان زیر 28 سال با اختلاف 40% به هریس رای میدن، اون طرف مردای زیر 28 سال حدوداً با اختلاف 15% قرار به ترامپ رای بدن. هرچی هم سن میره بالاتر و متأهل باشن، گرایش به ترامپ بیشتره. ارزش‌های خانوادگی و از این حرفا دارن. این زنای جوان هم فقط به خاطر حق سخت جنین دارن به کامل هریس رای میدن. تحلیل کامل این بحثا رو تو مناظره های انتخاباتیشون گذاشتم براتون. بریم سراغ اختلاف میان درآمد اون کسایی که قراره به این دوتا نماینده رای بدن. اونایی که زیر 40,000 دلار درآمد دارن در سال به هریس رای میدن. آدمای فقیرتری ان، حالا به هر دلیل دیگه ای، فریب کمپین هریس و دموکرات‌ها رو اینا میخورن همیشه. اونایی که بین 40,000 تا 100,000 تا تو سال درآمد دارن، اینا به ترامپ قراره بیشتر رای بدن. بیشتر هم میگیم منظورمون 80-20 نیست. یه عددی ممکنه حدوداً 60-40 باشه، 58-42 باشه، یه همچین چیزی. اونقدر فاصله با هم دیگه ندارن. قطعاً اونایی که بین 100,000 تا 500,000 تا در میارن به هریس رای میدن، چون یه آدما ممکنه شغلای راحت تری داشته باشن، ساعتکاری کمتری دارن و تفکرات لیبرال دارن، اونقدر جون نمیکنن شب برای پول دروردن. ثروتمندا قراره چجوری رای بدن؟ منظورمونم از ثروتمندا اون کسایی که حداقل 100,000 دلار به کمپینای انتخاباتی کمک مالی کردن. تو دوره 2020 حدود 60-65% از این کمک‌های بالای 100,000 دلار برای بایدن بود. یعنی چی؟ یعنی سرمایه‌دارا حامی لیبرالان، فریب اینا رو نبا بخوره، اینا حامی مظلومان و فقرا ان. اینا ظاهرشونه که تو رسانه‌ها دارن پخش میکنن. اون طرف هم نمیگیم جمهوری خواه خیلی رفیق فقرا ان. حال درسته کمپین ترامپ داره یه سری تاکتیکایی پیاده میکنه که حداقل اینجوری خودشو نشون بده. عملا میشه گفت تو فضای سیاسی آمریکا به حرف اون کسایی که زیر 10 میلیون دلار در سال درآمد دارن کسی گوش نمیکنه و کسی صدای آدمای ضعیف و فقیر رو نمیشنوه. تا میرسه فصل انتخابات همه دنبال اینن بگن ما حامی شماییم، ما به یاری شما خواهیم شتافت. تمام سیاستایی که پیاده میکنن به منافع اون 1.1% بالاه. ویدیو راجع به دهک های اقتصادی آمریکا رفتم، قشنگ اونجا میتونیم ببینیم منظور میگیم 50% پایین چقدر درآمد داره، 1.1% بالا چقدر درآمد داره. بریم سراغ خود انتخابات. این سیل و طوفانی که 4 هفته پیش آمریکا رو درنوردید با اختلاف 65-35 مناطقی رو ویران کرد که قرار بود به ترامپ رای بدن. عدم رسیدگی به موقع دولت دموکرات به سیل زدگان و جلوگیری ماموران دولتی از کمک‌های داوطلبانه مردم به سیل‌زدگان، این شک رو تو ذهن آدم میندازه که دولت دموکرات اونقدر هم از این مصیبت وارده ناراحت نیست. این سراغ بحث تقلب. جمهوری‌خواه میگن که فقط باید شهروندان قانونی آمریکا در انتخابات شرکت کنن. به همین علت هم می‌خواستن 2 ماه پیش یه قانونی وضع کنن که فقط به شهروندا اجازه شرکت در انتخابات رو میداد. اما دموکرات‌ها کاملا با این قضیه مخالفت کردن. چرا؟ آقا مگه قانون نیست فقط شهروندا باید رأی بدن؟ خب چرا جلوی همچین قانونی رو میخوای بگیری؟ تو آمریکا برای رأی دادن باید ثبت نام کرده باشی عقب. حتی میتونی روز انتخابات هم ثبت نام کنی. تو ایالت‌های جمهوری خواه برای رأی گرفتن کارت شناسایی عکسدار ازت میخوان. ولی جایی مثل کالیفرنیا هیچی ازت نمیخوان که هیچ خواستن کارت شناسایی هم جرمه. یعنی داداش اسامه بن لادن میتونه بره اونجا تعیین تکلیف کنه برای سرنوشت آمریکا. اینقدر قانونیه. ایران جهان سوم قانوناش محکم‌تر از آمریکاست. بعد میان اینور اونور میشینن میگن تو انتخابات آمریکا تقلب نمیشه. هر کی سرشو بندازه پایین، هر ننه قمری میتونه بره تو ایالتای دموکرات رای بده. علاوه بر این داستانا ماشینای رای گیری هم ایراد پیدا کردن الان. بعضی جاها هست، ویدیوش هست، طرف میره اسم ترامپو 10 بار زد، یا انتخاب نمیکنه یا هریسو برای این آدم داره انتخاب میکنه. میخوان مردم کلافه کنن. یه دوتا حاشیه تو همین یک هفته اخیر به وجود اومد. تو تجمع ترامپ تو شهر نیویورک یه کمدیانی به نام تونی هینچکلیف رفت اون بالا گفت کشور پورتوریکو یک زباله شناوره. یه جای دیگه هم این شوخی‌ها رو کرد، گفتش که آقا این لاتینوها هیچ کدوم بیرون نمی‌ریزن، همه می‌ریزن توش، سر همون همشون اینقدر بچه دارن میارن. حالا رسانه‌های لیبرال این قضیه رو پیرن عثمون کردن، پدر ترامپو دارن در میارن. این کارو برای چی میکنن؟ که نظر لاتینوها رو برگردونن اینا به ترامپ رأی ندن. میگن ببین چقدر اینا نجات پرستن، ببین چقدر آدمای نجات پرست دور این آدم هست. بابا یه کمدین یه شوخی کرد، حالا باید پدر همه رو اینقدر در بیارین. هزار تا بدترش رو دموکرات‌ها درباره طرفدارای ترامپ خود ترامپ دارن میگن. این وسط هم بایدن تا حدودی بازی دموکرات‌ها رو تو این قضیه خراب کرد، نتونستن اونقدر که باید و شاید سوار این موج بشن.
بایدن یه جای مسابقه که گفت طرفدارای ترامپ زبالن. ترامپ هم نهایت استفاده رو از این آتو کرد و یه لباس رفتگرا رو پوشید، سوار کامیون حمله زباله شد، بعدش هم رفت این کامیون پیاده شد تو تجمع کمپین خودش با همون لباس رفتگری شروع کرد سخنرانی کردن. تو این سخنرانی گفت بایدن میگه 250 میلیون آمریکایی زباله ان. حالا خیلی هم عدد گنده کرد، ماکسیمومش حالا اگر آمریکا رو نصف نصف هم بگیریم، نصف بیشترم بگیری، حدودا 180 میلیون نفر شبه ترامپ تمایل داشته باشن. همه رو حساب کردن، حتی نوزاد ترامپیست هم حساب کردن. یه خیلی خوشبینانه باشه 200 میلیونه. 250 میلیون خواست اینو بگه اونورا خیلی خوب بکوبه. من تا چند روز پیش شانس ترامپ رو 61% میدیدم. اما با توجه به این اتفاقی که تو این یه هفته افتاده، بیشتر از 51% شانسش رو الان نمیبینم، شانس پیروزیشو. دلیل اصلی این حرف این بیقانونی تو رای دادنه و ماشینای اخذرایی که همینجوری دارن خراب میشن. فقط اینو بگم ترامپ در بین اون کسایی که قرار رای بدن و در بین اون کسایی که حتی رای نمیدن، حسشو ندارن، خیلی خیلی محبوب تر از کاملا هریسه. حزبیشو نگفتم. ممکنه آمریکا حزب دموکرات، حزب جمهوری خواهش تقریبا نس نس باشه. حالا تو میتونیم بگیم الان تو این چند تا انتخابات اخیر دموکرات ها حدودا 52-53% بودن، اینا 46-47%. ولی اگر صادقانه برگزار بشه انتخابات، جمهوری خواه ممکنه 55% همیشه بگیرن، دموکرات ها 45% هم به زور بگیرن. فقط شهروندا بتونن رای بدن. مسئله اینه که اکثر رسانه‌ها موضع لیبرال دارن و منابع فارسی زبون هم فقط دارن حرفای اینا رو اینجا بلغور میکنن، ترجمه میکنن، میدن به خورد مردم. بعضی از این رسانه‌ها حتی اونایی که تو آمریکا و اروپا هستن هم کاملا هریس رو میخوان، چون لیبرالن، موازهشون به اونا نزدیکتره. حالا فمینیست و اینجور مسخره بازی‌ها. قطعا این انتخابات با حاشیه همراه، قطعا حرف و حدیث تقلب توش به وجود میاد، مگر اینکه ترامپ با اختلاف بسیار زیادی ببره، یعنی بالای 300 تا رأی الکترال بیاره، زیر اون بیاره، 270 خورده‌ای بیاره، یا زیر 270 تا بیاره، ببازه به هریس، قطعا پرهاشیه میشه. در حالت صادقانش امکان پذیر نیست که هریس برنده این رقابت بشه. و سلام. پروردگارا، اون کسایی که این ویدیو رو تا آخر میبینن از آسیب‌های رانندگان زن محفوظ بدار.